فرشید نصراللهی برگزار میشه. جناب دکتر ایجادی هم اگر که مایل بودن میتونن همینجا باشند و با صحبت‌های آقای ایمان فروتن و پروژه‌ای رو که ایشون دارن، نهاد مردمی در حقیقت دارن، آشنا بشن. آقای نصراللهی میکروفون دوست گرامی من برای اینکه یه راندووی رادیویی دارم اینا، بنابراین تا البته تا حدود نیم ساعت سر رو بدیه اینه که اجازه بدید که از حضورتون خارج بشم. به هر حال امید من در ضمن شما هستید. ممنون از شما آقای نصراللهی، بفرمایید. خداحافظ شما. درود بر شما جناب یزدیان، متشکر و تشکر از جناب آقای ایجادی. درود بر همه هموطنان عزیز و ایرانیان داخل و خارج کشور، به همه شما که صدا و تصویر مهستان سکولار دموکراسی ایران را میشنوید و درودی دوباره به اعضای محترم مهستان. بخش دوم رو آغاز میکنیم. بخش دوم با سخنان آقای دکتر ایمان فروتن آغاز خواهد شد. ضمن خوش آمدگویی به ایشان، بسیار خوشحال و خرسند هستیم که ایشان میهمان مهستان هستند. از اعضای محترم حاضر در مهستان خواهشمندم بعد از سخنان آقای دکتر فروتن با ثبت عدد 1 وقت بگیرن، سوالات خودتون رو در مورد موضوع مطرح شده فقط بیان کنید، یعنی در مورد پروژه 100 روز نخست. اگر وقتی باقی ماند حتما برای اظهار نظر در نظر خواهم. و اما آقای دکتر ایمان فروتن، بنیانگذار، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کانسکت فکتوری، کلاسیتک و شرکت ورچوال NGO می باشد. آقای دکتر فروتن دارای بیش از 30 سال تجربه در فناوری اطلاعات و طراحی سیستم های پیچیده کامپیوتری است. ایشان در دوران حرفه‌ای خود در زمینه فناوری اطلاعات در موقعیت‌های مدیریتی و مشارکتی ارشد در شرکت‌های دفاع و امنیت و همچنین نیروهای نظامی آمریکا خدمت کرد. آقای دکتر دارای چندین اختراع برای رأی‌گیری در ساختارهای مجازی بوده و نوشته‌هایی در مجلات معتبر بین‌المللی مختلف منتشر نمودند. ایشان همچنین رئیس هیئت امنا و مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی نهاد مردمی است که مأموریت فراهمسازی استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران را دارد. پیش از نهاد مردمی ایشان بنیانگذار جنبش ایران فردا، SOS ایران و از اعضای کلیدی تعدادی از گردهمایی‌های سیاسی دیگر در خارج از ایران بود. ایشان همچنین علاقه‌مند به موسیقی است و چند آلبوم موسیقی نیز تولید کردند. آقای دکتر ایمان فروتن اولین بار در سال 1979 به ایالات متحده آمدند و از تابستان 1978 به ایران سفر نکردند. ایشان مدرک لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود را از دانشگاه کالیفرنیا در ایروان در مهندسی برق و کامپیوتر دریافت کردند. پروژه 100 روز نخست با برای مدیریت دوران گذار پس از فروپاشی حکومت اسلامی هدف دیگر ایشان باشد. با توجه به زمان محدودی که در اختیار داریم از جناب آقای دکتر ایمان فروتن درخواست میکنم سخنان خود را ایراد بفرمایند. آقای دکتر میکروفون در اختیار شماست. لطفا بفرمایید. با درود به تک تک شما عزیزان که در این جلسه مهستان تشریف دارید و با تشکر از دعوتی که از من کردید که از طرف نهاد مردمی معرفی بکنم پروژه 100 روز نخست رو، و همچنین درود دارم به همه هم‌میهنانمون در سراسر جهان که این برنامه رو همکنون می‌بینند یا در آینده. امیدوارم که مباحثی که امروز راجبش صحبت می‌کنم مفید باشه و در نهایت دلیل حضور من همجوری که در طول صحبت هم خواهید دید همکاری، اعتماد سازی هست، ولی از یک طریق تخصصی، از طریق یک پروژه‌ای که به نام 100 روز نخست هست. من چون از سلاید استفاده خواهم کرد و باید صفحه سکرینم رو شیر بکنم و نکاتی رو دوستان تایپ میکنم و یا مدیر جلسه رو از مدیر محترم جلسه خواهش میکنم که 5 دقیقه قبل از اینکه وقت 30 دقیقه من تموم شده اشکالی نداره با میکروفون صحبت بفرمایید که من اگر تا اون موقع تموم نکرده باشم
بتونم که صحبتامو در از اون کنگره تموم کنم. و با اجازتون من صفحه یکم شیر خواهم کرد و اگر رئیس جلسه بفرماین که صفحه من رو میبینن من میتونم برایدان. بله جان سلطان بفرماید. خیلی متشکرم. همونجوری گفتم دلیل حضور من امروز معرفی پروژه 100 روز نخست هست برای مدیریت دوران گذار پس از فروپاشی جمهوری اسلامی و به دنبال معرفی دلیل مهمتر دعوت هست به همکاری و همفکری از مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران. من در جزء چند نفر معدودی رو که در این جلسه حضور دارن افتخار این نداشتم که آشنایی داشته باشم. فکر کردم که شاید احتمالاً بالعکس همینطور باشه. خیلی کوتاه در رابطه با سوابق مبارزاتی خودم توضیح خواهم داد در یکی دو سلاید و بعد میرسیم به اصل مطلب. من در سال 1975 دیپلمم از دبیرستان اندیشه در تهران گرفتم و همون تابستون بعد از دیپلم به آمریکا اومدم برای ادامه تحصیلات. تابستون 1978 آخرین سفرم به ایران بود که برای تابستون به ایران رفته بودم که بودن 6 ماه قبل از انقلاب بود و تا امروز به ایران نتونستم که برگردم. سال 1985 تحصیلات آکادمیکم رو تموم کردم که دورهای لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بود در رشته مهندسی الکترونیک و کامپیوتر از UC Irvine. در سال 2000 اولین اختراعم رو ثبت کردم در رابطه با سیستم های رأی‌گیری مجازی که بعد از اون تعداد دیگر هم در سالهای بعد اختراعات دیگری در اون رابطه انجام دادم که در حقیقت اولین کسی بودم که رأی‌گیری ها رو روی سیستم های آنلاین شروع کردیم از طریق کمپانی که داشتم. بعد از جنبش دانشجویی و سرکوب شدید آنها یه شب که منزل پدر مادرم بودم و برای اونها تلویزیون ماهواره‌ای که تازه در اومده بود و NITV و چند تا دیگه بود نگاه می‌کردیم، تازه من متوجه شدم که مردم ایران چه می‌کشند و واقعا چه دردی دارن و اینکه اپوزیسیونی هست و گروه‌هایی هستن می‌خوان کاری بکنن. ولی بعد از یکم که نگاه کردم دیدم که یکی از اشکالای بزرگی که من می‌بینم نبودن یک سیستم و پروسه و روند سیستماتیک هست برای اینکه اعضای اپوزیسیون بتونن با هم همکاری بکنن. در اون زمان در سال حدود 2003 که دو سال خورده طول کشید که من بخوام کارامو شروع کنم در رابطه با کارهای سیاسی، اون زمانی بود که آقای پرزیدنت بوش رئیس جمهور آمریکا بودن، جنگ افغانستان شروع شده بود، یه مقدارش تموم شده بود، حملات تموم شده بود، عراق شروع شده بود و دیدم که چه به بلایی سر مردم بیچاره عراق و افغانستان اومد. دیدم که این اپوزیسیون قبل از اینکه بخواهد که کاری برای براندازی انجام بده بهتر فکر فرداشو بکنه، برای اینکه همه ما میدونیم که شکستن یک دولت و یا شکستن هر چیزی خیلی ساده است. یه گلدون رو برمیدارین تق میزنین در این میشکنه، ولی دوباره ساختنش بسیار سخت است و باید جلوگیری کرد از اون شکستن به جوری که باعث نشه هرج و مرج در داخل کشور. برای همون بود که در سال 2003 در اکتبر 2003 به نظر رسید که ما باید یک پروژه پژوهشی داشته باشیم به نام و اسمش رو گذاشتیم ایران فردا. پروژه ایران فردا نام نشان سر صدای میکروفون میاد، عذر میخوام دوستان میکروفون تو رو ببندید لطفا. خواهش میکنم. در سال 2003 بنابراین پروژه رو پیشنهاد کردم به نام پروژه ایران فردا برای تدوین روشنمایی در دوران گذار و چون تخصصم پروسه و سیستم هست، سیستم و پروسه هایی که خیلی طولانی باشه و زمان نداشته باشه تا ابد طول میکشه. 90 روز مهلت گذاشتم، درخواست کردم و فراخوان از عزیزانی که در سراسر جهان متخصصانی که مایلن کمک کنند به خصوص از داخل کشور، بیش از 200 نفر داوطلب شدند، در نهایت 15 نفر مدیران بخش‌های مختلف شدند و با عزیزان در داخل کشور همکاری کردند و نتیجه اون
پروژه ایران فردا روشنمایی بود که در سال 1382 شمسی برابر با 2003 میلادی به نام روشنمای دوران گذار پروژه ایران فردا تموم شد، تهیه شد که بخشای زیرو داشت: منشور حقوق مردم ایران، یعنی بعد از این حکومت ملاها حداقل مینیمومی که مردم ایران قبل از اینکه به قانون اساسی برسن منشورشون چه باید باشه، حقوق زنان و کودکان، مسائل اقتصاد و بازرگانی، تکنولوژی، رفراندوم انتخابات بعد از فروپاشی، روابط بین المللی، سلامت عمومی و بهداشت عمومی و امداد ملی و آشتی و وحدت. البته این کار بسیار سختی بود. اون عزیزانی که کار میکردن و خود من تقریبا روزی 4-5 روز 6 ساعت کار میکردیم و این صدای میکروفون هنوز میاد. باز میخوام ریاست جلسه مثل این که رفت. بنابراین توضیحات اینجا راجب زیاد نمیدم، ولی به 100 روز نخست که برسیم اونجا راجبش به نیازها یه اپوزیسیون به خصوص با کمک عزیزانم در درون مرز اشاره خواهم کرد. هر کدوم از شما عزیزان و یا کسانی که برنامه رو میبینن مایل هستن نسخه ای از پروژه ایران فردا داشته باشن، همونجوری که در پایین صفحه اومده، البته در یکی از این رسانه ها که من مستقیم نگاه میکنم گرفته شده جلوش، ولی یک لحظه اگر اتاق فرمان بتونن اون لورترد رو بردارن، میتونید برسایت یک ایمیل بزنید به gozar1382@gmail.com و به طور اتومات و خودکار در عرض چند لحظه یه لینکی برای شما فرستاده میشه، میتونید دانلود کنید بخش فارسیش رو اگر مایل بودید، بفهمید که بخش انگلیسیش هم برای شما میفرستید. و ادامه که بدم، بعد از اینکه این پروژه تموم شد، تا پروژه تحقیقی که فردای روز فروپاشی چه میشود، این حال سال 2004 هست، بعد بنیانگذاری کردیم با تعدادی از دوستان که از پروژه مونده بودن، پروژه جنبش ایران فردا و SOS ایران رو، که این پروژه از همون روز اول، یعنی ساختار جنبش ایران که یک سازمان غیر انتفاعی بود و تمام سازمان دیگری که از روز اول من در شرکت داشتم همیشه فرا ایدئولوژی بودن، یعنی هم طرفدارای پادشاه پارلمانی، هم طرفدارای جمهوری، هم کسانی که موافق بازار آزاد فری انترپرایز هستن و یا کسانی که افکار سوسیالیستی دارن در اون بوده و هستن، و برای همینم نشون داده شده که می شود همکاری کرد برای کمک ایران و آزادی ایران حتی با افکار و ایدئولوژی های مختلف. از جمله کارهایی که فقط نمونه اون زمان انجام شد، SOS ایران تا اونجایی که من میدونم اولین باری بود در سال 2004 پروژه اسکناس نویسی شروع شد که پیشنهادی که از همیهنان از داخل کشور بود در یک برنامه زنده تلویزیونی، و بعد از اون میبینیم که الان در این چند سال اسکناس نویسی و بعدش هم دیوار نویسی به چه وسعتی در داخل کشور انجام میشه. همچنین پروژه‌ای بود به نام پشیز، پروژه علمی که شاید بعضی از دوستان یادشون باشه. از سال 2004 تا 2008، نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، یعنی تقریبا 6 ماه یک سال پس از این که جنبش ایران فردا به SOS ایران شروع به کار کرد، این مسئله همبستگی و اتحاد سازمان ها و گروه ها داغ شده بود و ما شروع کردیم، من و تعدادی از دوستانمون در تقریبا اکثر اون نشست ها شرکت کردیم. از جمله گروهی اومده بودن به عنوان مرکز هماهنگی ایرانیان، بعد نشست لس آنجلس بود، بعد مجلس شورای همبستگی برای مردم سالاری که در اون زمان عزیزانی از درون کشور از جمله شادروان اکبر محمدی، برادرشون آقای منوچهر محمدی، تعدادی از مسئولان حزب پانایرانی از داخل کشور با اختیار خودشون اختیاری اومدن و صدا گذاشتن و اون مجلس رو شروع کردن. جنبش رفراندوم در بروکسل بار دوم، چون بار اول دقیقا شفاف نبود که اون رفراندوم کی میخوان انجام بشه، وقتی گفتن نه قراره بعد از فروپاشی انجام بشه، اونجا در بروکسل رفتیم، بعد نشست لندن و نشست پاریس. در بسیاری از نشست ها هم برصد اگر انتخاباتی بود من اونجا به عنوان یکی از هماهنگ‌کنندگان انتخاب شده بودم. بنابراین دیدم که چه میگذره و متاسفانه دیدم که اکثر اینها یا همشون الان میدونیم که
معمولا بعد از 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه بر صورت به ناکامی رسیدن. برای همین بود که چون تخصص من مهندسی و پروسه هست، 2 سال بین 2008 و 2010 رو نشستم و تمام این اشکالهایی رو که دیده بودم در این نشستهای مختلف، چه اسناد کاغذی بود، صدا بود، جلسات بود، ویدیو بود، اینا رو بررسی کردم تا ببینم که این دلایل ناکامی های تلاش اپوزیسیون چه هست که اگر یک بار دیگر یک ساختار پایین به بالا بخواد و مردمی تشکیل بشه چه نیازهایی داره. و مجموعه اون نیازها 15 باور بود که من هنوز به اونها باور دارم و اون 15 مورد به نظر من موارد ضروری هستن، حالا نه لزوماً کافی، ضروری هستن برای شکست نخوردن یک حرکت. یعنی هر کدوم از اون 15 تا مورد پادزهری براش نباشه، اون سازمان و اون گروه احتمال موفقیتش بسیار کم خواهد بود، اون اتحاد. و اون 15 باور و 1 هدف و 5 است شدن پایه بنیانگذاری نهاد مردمی در سال 2010 که خوشبختانه الان در این 8 سالی که میگذره دیدیم که من فکر میکنم به دلیل اینکه ما تونستیم پادزهرهایی برای موزلات هم از طریق آیین‌نامه ها و هم از طریق استفاده از سیستم های تکنولوژی و کامپیوتر استفاده بکنیم، در این 8 سال انشعابی انجام نشده، بعضی بالا پایین ها بوده، ولی خب نهاد داره هنوز کار خودش رو انجام میده. در خود سایت نهاد البته از این 15 مهم شفافیت های اجرایی هست، شفافیت مالی هست، انتخابات ادواری هست، تقلب نکردن توی رأی‌گیری و غیره هست که بسیاری از اینا رو ما در بعضی از اون نشسته ها یا دیده بودیم و یا شنیده بودیم. در حال حاضر هم نهاد مردمی حدود 7000 نفر مستند در سایتش ثبت نام کردن، حدود 70-80% از درون ایران. سایت تلگرام اکثریت خاموش بیش از 16000 عضو داره و به اون میرسن برای اینکه همونجوری که سخنان قبلی راجبش اشاره کردن، الان بیشتر یعنی حداقل به موازات کارهای سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور باید با ایران در تماس بود و این کار ما چند سال شروع کرد. و یکی از تحلیل هایی که من کردم بعد از اون چند سالی که تمام نشست‌ها رو رفتم این بود که هدف، خب هدفی باید باشه که همه ما بهش معتقد هستیم، از جمله مهستان و بسیاری از چندی از سازمان‌های دیگر و بسیاری از سازمان‌های همسو، که هدف باید این باشه که با هم همکاری بکنیم، جایگاهی داشته باشیم، در خور اهمیت بین‌المللی باشه، ولی در نهایت برای حذف کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی باشه. یعنی اصلاح طلبی خیر، این رژیم اصلاح شدنی نیست و اینها باید برون. و البته به نظر ما از طریق عملیات غیر خشونت و نافرمانی های مدنی. و 5 اصل زیربنایی رو بعد از تمام این نشست ها من تونستم در بیارم که دیدم این 5 اصل در تمام نشست ها مشترک بود و یکی از دلایل شکست و ناکامی های نشست های مختلف این منشورای خیلی دراز بود که بعد سر واژه ملت و ملیت، ملیت و قومیت و این واف چرا اونجاست، اون واف چرا اونجا نیست، نمیدونم چرا این سازمانی که 2 تا عضو داره بیاد یه رأی داشته باشه، این سازمانی که 1000 تا عضو داره اونا هم یه رأی داشته باشن، چرا منفردین هم یه رأی، سازمان 10000 نفر هم یه رأی. بسیاری از این اشکالا بود که در اون 15 باور هست و اون 15 باور هم در سایت نهاد مردمی هست و یا دوستان با من میتونن تماس بگیرن براشون اینا رو بفرستن. پس یکی از مهمترین کارهای ایجاد نهاد مردمی این بود که با کمترین، کوتاه‌ترین مخرج مشترک میشود احتمالاً بیشترین افراد رو که برای آزادی ایران میخوان همکاری بکنن و فعالیت کنن جمع کرد. و این 5 تا اساسی که میبینید: پاسداری از استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت سکولاریسم، پشتیبانی از منشور جهانی حقوق بشر، برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران در دوران پس از انحلال حکومت اسلامی، و مشارکت مستقیم ایرانیان مناطق مختلف ایران در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محلی خودشون. در همون ساختار اولیه که 8 سال پیش گذاشته بودیم، دست چپ در این عکسی که میبینید یک جعبه قرمز رنگ هست و اون جعبه هست به نام شورای تدارک دوران گذار. ما میدونستیم که بالاخره باید دوباره این کار رو شروع بکنیم
کاری که 15 سال پیش انجام داده بودیم، ولی از 8 سال پیش فکر اونم کردیم. و اینجاست که میرسیم به پروژه معرفی 100 روزه، معرفی پروژه 100 روزه نخست. لازم نیست که من برای دوستان اتفاقات و چیزایی که در داخل کشور داره میفته و افتاده، به خصوص در چند ماه گذشته از خیزش دیماه به بعد، توضیح بدم. همه اون میدونیم که اوضاع بسیار حساس هست، وخیمتر از اونی که فکر میکنیم، به خاطر اطلاعاتی که از درون مرز هستای مقاومت و کسانی که در استانها و فرمانداری های مختلف برای ما اطلاع میفرستن داریم. بعد دیدیم که 8 ماه می آمریکا اومد و آقای ترامپ همونجوری قول داده بود از توافقنامه برجام خارج شد. 21 می دوشنبه گذشته آقای پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا اومدن و سیاست‌های علیه جمهوری اسلامی رو معرفی کردن، حتی با اونجا که میدونستن بسیاری از اروپایی‌ها خوششون نمیاد، انگلیس و فرانسه و آلمان. و حالا دیدیم که با وجودی که اون سه کشور خواستن که برجام ادامه بدن، هفته پیش در نماز ماه رمضان آقای خامنه ای اومدن و یه سری شرایطی گذاشتن، حالا ببینیم که اروپایی ها حتی میتونن با اون شرایط کار بکنن یا نه. ولی مهم اینه که از روز 8 می که ماه می که آمریکا از برجام اومد بیرون، دو تا زمانبندی 90 روزه و 180 روزه شروع شد، 3 ماهه و 6 ماهه، که تحریم های اقتصادی که آقای پامپیو اون رو بهش اشاره کردن شدیدترین تحریم های اقتصادی تاریخ خواهد بود بر علیه جمهوری اسلامی شروع شده. و این دو مهلت، یکی 9 اوت هست که 90 روز اول هست، و بعدش هم میشه 9 نوامبر، چند روز، یکی دو روز بعد از انتخابات آمریکا، که این 180 روز میشه. یعنی در اون زمان هر سال کمپانی، فرق نمی‌کنه آلمانی باشه، فرانسوی باشه، آمریکایی باشه، استرالی باشه، هر کمپانی و بانکی که با جمهوری اسلامی کار بکنه تحریم خواهد شد از طرف دولت آمریکا. و مشخص هست که این کمپانی‌ها، همینجوری که در سخنرانی اخیر رئیس کمپانی توتال انرژی فرانسه شنیدیم و بسیاری دیگر، حتی وزیر امور خارجه آلمان هم گفته ما کاریش نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم حمایت کنیم از این کمپانی آلمانی، خواهیم دید که چگونه تمام این بانک‌ها و کمپانی‌ها روابط اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی قطع خواهند کرد و وضع اقتصادی کشور از اونی هم که الان هست بدتر خواهد شد. پس سوال این پیش میاد که چقدر بعد از احتمالاً 9 نوامبر، اگر زودتر نشه، این رژیم حداقل به خاطر کمبودهای اقتصادی و رفاه مردم که الان اعتصابات می‌بینیم، کامیونداران و کارگران و کشاورزان و بازنشستگان و بارماهدگان و غیره همه انجام میشه، چقدر میتونه دوام بیاره وقتی که این فشارها هست روی رژیم. در صحبتی که آقای پامپیو کردن در سازمان، در هریتیج فاندیشن، بعد از اونجایی که وایساده بودن صحبت کردن، وقتی نشستن 10 دقیقه با رئیس، اون خانمی که رئیس هریتیج فاندیشن هستن، سوال جواب کردن، این خانم یک سوال سورپرایز ایشون کرد، گفت خب تمام این تحریمات عالی، چقدر طول میکشه اینا نتیجه بده؟ مثل اینکه اصلا به نظر بوی تغییر رژیم میاد. ایشون چون فکر راجبش نکرده بودن، لبخندی زدن، گفتن دیگه با مردم ایرانه. یعنی تعبیر من این بود که مردم ایران میتونن و میتونن احتمالاً حساب بکنن روی آمریکا و احتمالاً کشورهای دیگر که آمریکا به دنبال اونا هست و اونا هم جمع کرده، مثل استرالیا و ژاپن و کشورهای عربی، که علاوه بر اون 5 به اضافه 1، حالا 4 به اضافه 1 شده، بتونن که فشارها رو روی جمهوری اسلامی بیارن. و این شرایط 12 گانه‌ای که آمریکا بر جمهوری اسلامی گذاشته، جمهوری اسلامی در یک جعبه‌ای گذاشته که نمیتونه ازش هیچ جا بره. اگر قبول بکنه که به مردم خودش و به سرداران سپاه اینا چی بگه، اگر قبول نکنه که بعد از این بدتر هم خواهد شد. پس پروژه 100 روز نخست تمرکزش رو این بخش از اون روزیست که جمهوری اسلامی سرنگون میشه. البته همونجور که سخنران قبلی گفتن، نوع این تغییر رژیم معلوم نیست، بعضی از سناریوها رو ما کنترل نداریم. اگر بخواد کودتایی در داخل کشور بشه، سر و صداش بوده، خب من و شما و اعضای نهضت
فکر میکنم در اون کنترلی داشته باشیم. اگر خدای نکرده حمله نظامی انجام بشه به خاطر بازیایی که جمهوری اسلامی انجام میده، اونم ما کنترلی نداریم. ولی اگر به روند بسیاری از کشورهایی که در 100 سال گذشته از طریق نافرمانی‌های مدنی و وضع اقتصادی و اعتصابات و تظاهرات مردم این رژیم فروپاشی بشه و رؤسای جمهوری اسلامی شروع کنند در رفتن و یا فرار کردن، ما باید فکر اون 100 روز نخست باشیم به نظر بسیاری از ما در نهاد مردمی. برای اینکه در اون 100 روز نخست هست که اگر امنیت نباشه اون گروهی که اسلحه داره میتونه کنترل رو به دست بگیره. اون 100 روز نخست هست که اگر جلوشو برنامه‌ریزی نباشه باز احتمال یک دیکتاتوری میتونه باشه و و و. برای همین ما فکر کردیم که چون یک بار این کارو انجام دادیم 15 سال پیش، از چند ماه پیش شروع کردیم و این برنامه رو روش کار کردن، تماس‌ها با ایران، اسناد بسیاری تا امروز برای ما اومده و 2 هفته پیش ما این برنامه رو اعلام معرفی کردیم در رسانه‌ها و برنامه سیمای نهاد مردمی و اونجا گفتیم و قول دادیم همانند سال‌های گذشته که در این 18 سالی که من کار سیاسی کردم همیشه تمام جاها با همه سازمان‌هایی که همسو و همفکر بودیم کار کردیم. یکی از اولین گروه‌هایی که من فکر کردم باید بیام اینو معرفی بکنم و درخواست کمک و همکاری و همفکری بکنم مهستان هست، برای اینکه بچه مشترک این گروه با نهاد مردمی بسیار بوده و با تعدادی از عزیزانی که در این مهستان هستن و بودن و از اول بودن در مقاطع بسیاری همکاری‌های بسیار نزدیک و صمیمانه داشتیم و امیدوارم داشته باشیم. پس شناسه این پروژه 100 روز نخست از روی این بخونم شاید راحت‌تر باشه که در بسیاری از دگرگونی‌های بنیادی سیاسی در کشورها که با خلأ قدرت مواجه شدن، اگر قدرتی توانا و حاکم که از قبل پیش‌بینی‌های لازم را نموده اداره امور کشور را به دست نگرفته باشد، دوره هرج و مرج در کشور و گسیختگی اوضاع و ناامنی به درازا کشیده و کشور و مردم هزینه‌های زیادی پرداخت کردند. خب نمونه‌اش همون عراق هست. ما خیلی میتونیم از عراق درس بگیریم که چگونه اونا اومدن و این ارتشیا رو همه رو بیرون کردن، بعد همونا شدن بر ضد دولت جدید و خیلی کارهای دیگری که میشه راجبش صحبت کرد. و به نظر ما و من فکر میکنم بر اساس سخنان قبلی و نظریاتی که دکتر نوریالا و بعضی از دوستان دادن، فکر و برنامه‌ریزی برای دوران گذار حداقل برای اون چند هفته اول و 100 روز اول به نظر ما بخش مهمی از مهندسی مبارزه برای تغییر رژیم است. یعنی یکی از دوستان سوال کردن مردم ایران در این 18 سال، اونایی که ما باشون تحت تماس هستیم و من هستم، میگن آقای فرتن ما حاضریم بریم کتک بخوریم، شلاق بخوریم، زندان بریم، حتی کشته بشیم، ولی فرداش چی؟ برای چی؟ به امید چی؟ پس لازمه که ما علاوه بر آزادی بیان و آزادی احزاب سیاسی و تفکرها که بسیار هم خوب هست باید انجام بشه، بتونیم به مردم عادی بگیم فرداش چه میشه. آیا این کارگرانی که حقوقشون رو چند ماه سال نگرفتن حقوقشون پس خواهند گرفت؟ مسلما آزادی حجابی که از اولیاش خواهد بود، یا اینکه تو خیابون مردم دختر و پسر بتونن موزیک گوش بدن و یا یک کم آزادی‌های فردی بیشتر بشه. ولی بسیاری مسائل دیگر هست که من و شما نمیدونیم. اینها رو عزیزانمون همیهنان در درون مرز لمس میکنن. اگر ببینن که گروهی و گروه‌هایی در خارج از کشور هستن که دارن علاوه بر تئوریا و غیره بسیار ملموس فکر میکنن و کار میکنن و شفاف صحبت میکنن راجبش، البته بغیر از مسائل امنیتی، من فکر میکنم که این کمک خواهد کرد که مردم آماده باشن و امیدوار باشن و خیلی بیشتر و قوی‌تر در اون روز و روزهایی که میباید بیرون بیان و باعث سرنگونی این رژیم بشن. بنابراین آلترناتیو سیاسی که در بخش قبلی هم راجبش صحبت کردیم که برای کسب قدرت در ایران تشکیل میشه و هدایت مبارزه رو به دست میگیره، میباید در صورت موفقیت برای براندازی که اونم خودش مسئله بزرگی است و یا فروپاشی خود رژیم، میباید در کمترین زمان ممکن خلأهای بخش‌های مختلف ساختار حکومتی رو طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده پر بکنه که از هرج و مرج و آشفتگی و اوضاع کشوری جلوگیری بشه. و چند تا مثال هم در یکی دو سه اسلاید دیگر براتون خواهم زد. پس هدف این پروژه در کل با وجودی که بسیار جزئیات داره دو چیزه. یکی اینی که ما امیدواریم در
کمترین فرصت. اون پروژه قبلی 15 سال پیش ما بوده، 90 روز روش کار کردیم، تحویل دادیم، دو سه ماه هم طول کشید که ترجمه بکنیم و چاپش کنیم به بیرون. ما این کار رو باید بیشتر در همون مدت، اگر نه زودتر، با کمک همه انجام بدیم. تهیه یک روشنمای سیستم اداری کشور برای تقدیم به دولت موقت ایران آزاد، نه برای ایمان فروتن یا مهستان یا کسی دیگه. اون آلترناتیوی که باید هرچه زودتر تشکیل بشه و لازم تشکیل بشه و من مطمئنم به زودی تشکیل خواهد شد، در رابطه با اونم در جلسات بعد میتونیم صحبت بکنیم راه‌های جورایی که میشه اون کار رو سریع انجام داد. این روشنما ما آماده خواهیم کرد با کمک عزیزان، هم‌میهنان متخصص و غیر متخصص، تقدیم میکنیم به دولت موقت برای استفاده این دولت در اون 100 روز نخست، اگه دلشون خواست. اگر هم گفتن که نه ما برنامه‌مون رو داریم، مثلا اینا چیه، خب حداقل ما این کارو انجام دادیم اگر لازم داشته باشه. برای جلوگیری هرج و مرج تا حد امکان موجب تضمین و ترویج آزادی‌های اساسی، آزادی‌های فردی، زندگی انسانی، کامیابی، بهبود رفاه عمومی، استقلال ملی و توسعه مفاهیم ایرانی و بسیار چیزهای دیگه که مسلما شما عزیزان همه می‌تونید راجبش کمک بکنید. بخش دومیش که به نظر من خیلی مهمه است، تقریبا سه بخش شد. یکی این که اگه این کار رو انجام بدیم، من فکر می‌کنم که همیهنان در داخل کشور ملموس‌تر میتونن اپوزیسیون رو بشناسن. بابا اینا فقط حرف نمیزنن، فقط دعوا نمیکنن، یه سری کارم که واقعا به فردا کار زندگی روزمره ما ربط داره دارن روش انجام میده. دومم که خب این تهیه روشنما هست، ولی این بخش سوم به نظر من بسیار مهم هست. مشارکت سازمان‌های سیاسی همسو و باورمند به نظام دموکراتیک و سکولار در ایران، برای مثال مهستان و نهاد مردمی، و من حداقل میتونم 4 تا 5 تا 6 تا سازمان دیگر رو نام ببرم که اینجا نام نمیبرم. ولی ما اگر هنوز نتونستیم در رابطه با اون ترکیب اون شورا آلترناتیو و اینا تصمیم گیری بکنیم و همکاری بکنیم، چرا نیاییم که کار بعدی رو بکنیم؟ یعنی اون شورا تازه تشکیل بشه، تشکیل چه چیکار میخوام بکنن؟ اون شورا که تازه تشکیل شد، تازه باید همین کارهایی که ما الان داریم انجام میدیم انجام بدن، بگن خب راجع به این بخش کمیسیون تشکیل بدن اینا. پس ما چون نمیدونیم که چه اتفاقی در چند ماه آینده خواهد افتاد در کشور عزیزمون ایران، ما اگر بیایم این سازمان ها یا سازمانی یا فردی با هم همکاری بکنیم، کردیتش هم بگیریم بعد بخشای این روشنما که میاد بیرون، این بخشو این گروه نوشته، این بخشو این فرد نوشته، این بخشو این گروه نوشته، تازه با همکاری با کسان دیگر، این به نظر ما راحت تر خواهد کرد اون آلترناتیو و همکاری رو. چرا؟ برای اینکه همیشه باور ما در نهادم این بوده، برای رسیدن به اتحاد که یک واژه بسیار کوچکی هست ولی بسیار مشکل هست، برای همینم 38 سال 39 سال بهش نرسیم، ما فکر میکنیم که 4 قدم 3 قدم قبلش لازمه. اول تماس با اون کسانی که با هم کار نکردید یا فکر میکنید نمیتونید کار بکنید. دوم همکاریه. بعد از اینکه تماس ایجاد کردید و همکاری کردید، امیدواریم و احتمالاً اعتماد به هم می‌کنیم. این نه این بیچاره هم آدم بدی نبودن، داریم مخصوصاً اگه کار تخصصی باشه. دیگه در تخصصی در رابطه با مسائل محیط زیست یا روابط امور خارجه دیگه 2+2=4 میشه، 2+2 بعضی وقتا 3 یا 5 یا 8 نمیشه، که وقتی که دوست مثلا هم کنانمون نظرات سیاسیشون رو راجبش صحبت خواهند کرد. پس این همکاری‌ها میتونه کمک بکنه به سرعت بخشیدن به این آلترناتیوی که همش راجبش صحبت میکنیم و باید هرچه زودتر انجام بشه. راهکار پروژه چی هست؟ راهکار بسیار پروسه سیستماتیک هست. تمام عزیزانی که به صورت درس آکادمیک درس خوندن میدونن که شما برای اینکه بخواید به یک وضعیت مطلوب بهتر برسید، اول باید ببینید که وضعیت موجود چیه. آمریکا بهش میگن as is. کجا هستیم؟ وضعیت مطلوب چیه؟ to be. کجا میخواییم بریم؟ فرق بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب یک سری پروژه ها و زیر تسک هایی هست و بخش هایی هست که باید دونه دونه انجام بشه. بعضیش به هم ربط داره، بعضیش به ربط نداره، که هر کدوم از اونها اون وقت بودجه میخواد، همکاری میخواد، مدیریت میخواد، مدیریت پروژه، و در نهایت به هم بحث میشن و به اونجا میرسیم. و این رو ما در چند بخش می‌خوایم انجام بدیم، یعنی 3 بخش در نهایت. یکی شناسایی وضعیت موجود ساختار حکومتی هست که در این چند ماه گذشته اسناد، شاید بگم هزاران هزار صفحه و سند از
استان‌ها، فرمانداری‌ها، شهرستان‌ها، مساجد، درون سپاه، درون بیت رهبری و غیره همیهنان دارن میفرستن که این ساختار چگونه هست و بودجه‌های بعضی ها، اداراتی که هست شاید لازم نباشه و خیلی چیزهای دیگه. و پیشنهاد دارن میدن از درون اون وزارتخانه ها و جایی که هستن که این ساختار و این جایی که در این وزارتخونه هست خیلی خیلی کلیدی هست و نباید خالی بمونه، خلأ داشته باشیم و در ضمن اگه بخوایم به جای مطلوب برسیم این کارو انجام بدیم. و این پیشنهادها داره از طرق مختلف که امروز معرفی خواهم کرد میاد. و همونجوری گفتم پیشنهاد دارن میدن که بعضی از این ساختارها در این وزارتخونه اینا میتونه حذف بشه، بعضیا میتونه ادغام بشه یا بعضیا کم هست، باید بریم اینا رو اضافه بکنیم. دیگه اینی که باید از الان فکر بکنیم چگونگی تامین و جایگزینی پست‌هایی که به دلیل فرار و یا دستگیران مدیران و مسئولان کارکنان اون خالی موندن. شما از این سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی و کنسولگری‌ها در سراسر جهان بگیرید که سفیر و معاون سفیر و شاید کنسول اول اینا در برن، تا وزارتخانه‌ها و رؤسای بانک‌ها و بسیاری از این کمپانی‌هایی که می‌دونیم سپاه پاسداران اونا رو کنترل می‌کنه. اگر از الان فکر اون رو نکنیم چه افراد شایسته‌ای در درون مرز و یا برون مرز آمادگی دارن که برن اونجا همکاری و موقتاً این خلأ رو پر بکنن، وای به حال کشور و وای به حال آینده‌ای که ممکنه که پیش بیاد. یه پروژه‌ای در 15 سال پیش شروع کردیم و این رو دوباره شروع خواهیم کرد به نام پروژه امداد ملی. امداد ملی دعوت می‌کنه از تمام ایرانیان برون مرز، میگه اگه شما آماده اید که بعد از فروپاشی در اولین فرصت برین ایران برای 3 ماه تا 6 ماه 9 ماه در هر منطقه از کشور که نیاز به تخصص شما داره کار بکنید، اینجا ثبت نام بکنید که این دولت ما واقعا به شما بتونه با شما تماس بگیره. اون هم به زودی ما شروع خواهیم کرد. و همچنین بخش سوم این تغییر اصلاح قوانین غیر دموکراتیک و متضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. سخنران قبلی اشاره کردن تمام قوانین جمهوری اسلامی بر اساس اسلام و قرآن و دین شیعه و این حرفا نوشته شده. پس یکی از کارهایی که باید انجام بشه موقت، چون می‌دونیم که پیشنویس قانون اساسی طول خواهد کشید، مجلس مؤسسان یا هر طرق دیگه، این 100 روز اول وقت قانون اساسی اجرا کردن احتمالا شاید نباشه. پس باید دید به چه نحوی می‌شود سریع‌ترین نوع قانون اساسی موقت رو که بر روی اون به سری قوانین تغییر بکنه اون رو انجام داد. خب تماس‌های با یه سری قضات و وکلا در داخل کشور هستیم، پیشنهادهای اومده، از جمله همین پیش قانون اساسی جمهوری اسلامی کجاش باید تغییر بکنه، اونها رو دو سه ورژن نسخه‌ش رو داریم که همون رو چگونه میشه اگر بشه ازش استفاده کرد و بر اساس اون قوانین جزایی کشور به بسیار دیگه بتونه که برای 100 روز اول استفاده بشه. جناب فرزان، من معذرت‌خواهی می‌کنم ازتون که سخنتون رو قطع می‌کنم. زمان 30 دقیقه به پایان رسیده. اگر شما بتوانید در 5 یا 6 دقیقه جمع‌بندی بکنید که دوستان سوالاتشون رو بپرسن. حتما. من 2 تا سلاید دیگه بیشتر ندارم و در 5 دقیقه تموم خواهم کرد. متشکرم. خواهش می‌کنم. بنابراین توضیحات مهمی که راجع به پروژه 100 روز نخست باید داد که این پروژه فقط به بخش‌ها موضوعاتی می‌پردازه که در 100 روز نخست بعد از فروپاشی لازم هستند. مسلماً خرابکاریایی که جمهوری اسلامی در 40 سال کرده در 100 روز نمیشه. پس باید این متخصصین درون و برون مرزی ببینن واقعاً کجا ضرورت داره و اگر اونا پر نشه و راجبش فکر نشه ممکنه واقعاً باعث اذیت بشه. برای مثال میدونین چند میلیون ما پناهنده سیاسی یا کسانی هستن از ایران داریم، اینا پاسپورت ندارن، اینا فردا ایران آزاد بشن همین میخوان برن ایران، با چه پاسپورتی، با چه ویزایی، کجا برن که این کارا رو انجام بدن؟ محصول نهایی این پروژه هم یک روشنمایی خواهد بود، امیدواریم به 2 زبان فارسی و انگلیسی. من فقط از اتاق فرمان خواهش میکنم که این سلاید آخر رو اگر ممکنه فقط نشون بدن، چون این نحوه تماس هست برای عزیزانی که میبینن و من با صحبتم رو تموم خواهم کرد. و این صفحه شعر من تموم شد. اوکی، من فقط این رو نشون بدم و
سخنانم رو پایان خواهم داد. بنابراین هر کدوم از عزیزانی که مایل هستند از درون مرز یا برون مرز همکاری کنند، نظراتی دارن، پیشنهاداتی دارن و غیره، میتونن فعلا از این سه طریق با ما تماس بگیرن: از طریق تارنمای صدروز، صدروز.org، از طریق ایمیل گزار 1397@gmail.com و یا کانال تلگرام صدروز که اونم لینک هست شدنش هست. و مانند همیشه لازم به توضیح هست که همیهنان درون مرز وقتی تماس اولیه رو میگیرن، خواهش میکنن به هیچ وجه شماره تلفن نذارید، اسم حقیقیتون نگید، فقط با نام مستعار، که ما بر اساس پروتکل‌های امنیتی باهاتون تماس های بعدی رو بگیریم و هماهنگی های لازم رو بکنیم. بسیار متشکرم از شما عزیزان که این صحبت رو گوش دادید در مهستان و آماده هستم که سوال شما رو پاسخ بدن اگر سوالی باشه. از شما سپاسگزاری میکنم و عذرخواهی میکنم که صحبت شما رو من قطع کردم. جناب آقای منوچهر یزدیان، لطفا بفرمایید سوالتون، میکروفونتون باز کنید. ممنون از شما، از جناب دکتر فروتن. پرسشی رو که من داشتم رو در ابتدا این نوبت رو گرفته بودم، ولی فکر میکنم که در طول صحبتتون بعداً پاسخ اون رو دادید، ولی یه بار دیگه من پرسشم رو میگم، فکر میکنم جوابش رو داده باشید. شما گفتید که از مهستان دعوت به همکاری میکنید. میخواستم بپرسم آیا منظور شما از دعوت به همکاری محدود میشه به پروژه صد روز نخست، یا اینکه آماده همکاری با مهستان در راه تشکیل آلترناتیو حکومت اسلامی هستید؟ به نظرم جواب این رو دادید، سپاسگزارم. خواهش میکنم. جواب هر دو بله هست، آری هست. این جلسه چون برای صد روز نخست اومدم، دعوت از همکاری تخصصی دوستان هست. البته در این پروژه ما تایپیست هم لازم داریم، عکاس هم لازم داریم، مترجم هم لازم داریم، اینا هر کدومش میتونه تخصصی باشه، ولی در نهایت ما زودتر باید به این آلترناتیو برسیم. نهاد مردمی همیشه آماده بوده و هست، به شهادت جناب دکتر نوریالا، جناب اعتمادی و بسیار دیگر از دوستان، ما همیشه با هم همکاری داشتیم و کردیم و ما آماده هستیم و خواهیم بود. و همونجوری گفتم، بر اساس این تجربیاتی که من و بعضی دوستان و مطمئناً تعدادی از عزیزان اینجا در این 18 سال گذشته داشتیم، راهکارهای پیشنهادی داریم که به همون شورای آلترناتیو میتونه برسه و به صورت دموکراتیک و غیره که لازم باشه، حتی در جلسات دیگر میتونیم راجع به اون بحث بکنیم، عزیزان پیشنهاداشون رو بیارن و واقعا برسیم به یک کاری که همه با هم دست به دست هم بدیم، برای اینکه من مهستان و نهاد مردمی و چندین سازمان دیگر رو همسو میبینم، همفکر میبینم، دموکرات میبینم، سکولار میبینم. دلیلی نداره و نداشته که این دیوارهای مجازی سازمانهای غیر انتفاعی غیره رو دور خودمون بذاریم و به خاطر اینکه منشورامون 4 تا کمتر یا 3 تا بیشتر هستن، این تماسامون با هم نباشه. چه عالی میشد که مهستان بزرگتری بود، جایگاه دیگری بود، نهاد مردمی بزرگتری بود با اسم جدید در یک برگه صفحه سفید که تمامی اعضای مهستان، تمامی اعضای نهاد مردمی، البته با شرایط شخصیت حقیقی بقیه و اکثر اپوزیسیون همسو بتونن که با هم یک جا باشن و از طریق دموکراتیک انتخاب بکنن که چه گروه چه شورای مایل هستن که هدایت بکنه این مبارزات رو، سخنگوشون رو انتخاب بکنن، پرچمدارشون رو انتخاب بکنن و برن جلو. بسیار متشکرم از سوالتون. سپاس از پاسخ. جناب ناخدا پارسی، من بسیار تشکر میکنم واقعا از صحبت آقای دکتر ایمان فروتن. خود بنده هم البته از آمریکا دانشگاه آیداهو لیسانسمو گرفتم، ولی خب به اندازه شما در آمریکا نبودم و در سیستم های کنترل همیشه کار کردم، حتی استاد کنترل و اتوماسیون بودم که در این موارد زیاد دنبال کردم. شما فرمودید در مورد واقعا در اون صد روز اول به خصوص که ادارات، وزارتخانه هایی که خیلی حساس هستن، باید از همین حالا در موردش فکر بشه که پر بشه. من خواستم سوال بکنم، تنها همون وزارتخانه ها درست است که باید پر بشه، ولی تکلیف مردم حتی تا حدود دهکده
که به چه شکل باید مدیریت بشه. این مدیریت رو من اسمش رو خودم میگذارم همیشه مدیریت بحران. آیا در این پروژه صد روزه شما این مدیریت بحران در اون رده هم در نظر گرفته شده؟ خیلی متشکرم. بسیار متشکرم جناب فارسی از سوال بسیار مهمی کردید. 100%. من فرصت امروز نیست، من از شما دعوت میکنم به خاطر تخصصی که در کنترل داشتید و اتفاقا آیداهو اونجا یه منظری هم داشتیم در چند وقت پیشا، دیدیم که سیب زمینای آیداهو خیلی در دنیا و آمریکا مشهوره و بسیار هم آب و هوای خوبی داره. یکی از مهمترین و کلیدی ترین کارهایی که در این پروژه بشه پروژه مدیریت هست، یعنی و چون کار تخصصیه و کنترل سیستم هست، یعنی فقط به خاطر این که یک فرد عزیزی ایران رو دوست داره و وطن پرست هست و یک افکار بسیار محترمی هم داره لزوما نمیتونه پیشنهاد تخصصی بده در رابطه با شهرداری ها و مدیریت ده و غیره. پاسخ من به شما هست که خیر، ببخشید، بله، هر موقع شما آماده بودید صدها اگر نه هزاران صفحه اسناد برای ما در این چند ماه گذشته ما شروع کردیم، از استان، فرمانداری، شهرها، دهستان و غیره، جمعیتها، بودجه‌هایی که تخصص بهشون داده شده از طرف دولت مرکزی، که البته اونم خیلی جالبه برای اینکه 4 جا رو بچه‌های ایران پیدا می‌کنن، ببینن 4 رقم مختلف، یعنی خودشون با هم این دزدی‌ها رو بالا پایین نکردن، اسم استاندار، معاون اول، معاون دوم و بسیاری مسائل دیگر که با عکس و تفسیرات اینا هست. بنابراین ما دقیقا شما فرمودید باید ببینیم که کدوم یکی از اینا مهمه. برای مثال فکرهایی که الان شده، البته این هنوز تخصصی نیست، فقط پیشنهاد میکنن، اینه که اگر دهدار و شهردار و اینا همه رفتن، شاید برای اون 100 روز اول دولت موقت بگه آقا فعلا این رده سه یا با هم کار بکنم و این پیش دستورات و غیره فقط مثلا از استانداری یا شهرداری اینا میاد، یعنی و یا کجاها لازمه که روش تمرکز کرد. کار زیاده، کار عظیمه، ولی من فکر میکنم با همکاری هممیهنان عزیز در داخل کشور، چون اونا لمس میکنن و میدونن، میشه این کارو کرد. به اضافه اینکه هر هفته ما سوالایی رو از عزیزانمون در داخل کشور میکنیم. سوال هفته پیش این بود در وزارتخانه، در استانداری، در محلی که شهرداری شما کار میکنید چه افرادی خوشنام هستن. حتی ممکنه یه نفر در رأس کار باشه و واقعا مردم رو دوست داشته باشه، واقعا برای رفاه کار میکنه، مجبوره ولی در این رژیم کار بکنه. پس لزوما همه رو نباید بگیم از اول اینها بد هستن. بنابراین پاسختون بله هست، در دستور کارمون هست، اطلاعات بسیاری داریم، فقط اینا باید طبقه‌بندی بشه. احتیاج داریم به افرادی مانند شما بیان کمک کنن، یه بخشو بگیرن با متخصصان دیگه هماهنگی کنن و بتونیم سریع این کار رو انجام بدیم. من تمام. با تشکر فراوان، سپاس از شما. دوستان دیگر عددی نزنید، لیست رو مجبوریم ببندیم با توجه به اینکه زمان 3 ساعت ما رو به اتمام. آقای حسن دانشور لطفاً بفرمایید. بسیار عالی است. بالاخره از توی جنبش سیاسی ایران ما یک جریان پیدا کردیم که مسئله حیاتی و مهم دولت موقت رو فهمید و برایش راه حلایی شروع کرده به دادن. برای اطلاعات سرکار باید بگم که ما هم در هلند در انجمن یورانیوم ققنوس یکی 2 سال روی این پروژه کار کردیم و ایده های این پروژه رو من به نمایندگی از جریان به عنوان یک گرایش در درون جنبش سکولار دموکراسی بارها بیان کردیم. حالا چون فرصت نیست و به هر حال جای این نیست که من یکی را بپرسم، من فقط سعی میکنم که نه به اون جنبه های مثبت پروژه شما بلکه به اون نقاط خالی پروژه شما اشاره کنم. به گمان من در پروژه شما چند مسئله اساسی ذکر نشده و یک ناروشنایی بسیار مهم هم وجود داره. از اونجایی که شما رو شخصی مدرن و میدونم که حتما علاقه مندید که اینا رو بدونین، بدون هیچ پیش‌داوری فقط دوست دارم که روش فکر کنید و برنامه‌ریزی کنید. شما در یک بخشی از همین برنامه چیزتون نوشته بودین که من خوندم، من این پروژه چیزی که آوردین روی صفحه نوشتین جمله اینه: آلترناتیو سیاسی که برای کسب قدرت سیاسی در ایران تشکیل و رهبری مبارزه را بر عهده می‌گیرد، بعد الی آخر.
آلترناتیو سیاسی که رهبری رو به عهده میگیره و تشکیل میشه و برای کسب قدرت سیاسی، دو تا مقوله است. شما یک مقوله اینه که یک جریانی پیدا میشه مثل شورای رهبری، شورای انقلاب، دوران مدیریت، دوران گذار، هر چه اسمی بزنید، برای که حکومت جمهوری اسلامی رو رهبری کنه برای سرنگونی کنه، درست شد؟ ولی از نظر دموکراسی این آلترناتیو سیاسی نیست. آلترناتیو سیاسی اون دولت دموکراتیکه که این بعداً به دلایلی به شرایطی وجود داره. یه نکته که این به نظر من از نظر چیز اشتباه است، حالا شاید از نظر جمله بندی اشتباه شد، باید درست کنید، تفکیک کنید کلمات. بعد نقاط دیگه ای که مهمه توی بحث و ناروشنه، یکی اینه، یک، مرز عمل این دولت موقت شما چیست؟ یعنی چه کارا تا کجا میتونه بکنه تا کجا نمیتونه بکنه؟ چون ما میدونیم که این دولت منتخب و دموکراتیک مردم ایران نیست. دولت موقت فقط به یک دلیل دموکراتیک وجود میاد و اون دلیل دموکراتیک اینه که امکانات آزادی انتخاب دولت دموکراتیک نیست، فقط و فقط. نکته دوم، وظایف این دولت معلوم نیست در طرح شما. نکته سوم، این معلوم نیست که این دولت، دولت موقت، قدرت خودش و قدرت سیاسی از خودش میگیره، یعنی خود مختاره، یا اینکه این برمیگرده قدرتش به اون شورای رهبری و آلترناتیو رهبری که شما کردید. تاریخ 100 ساله اخیر خاورمیانه نشون داده که این بحث ما از اینجا شروع کردیم که کلیه شوراهای انقلاب در ممالک مثل عراق، سوریه، مصر ناصر، سودان، جمهوری دموکراتیک خلق یمن، خود انقلاب اسلامی ایران آخرینش، نشون دهنده اینه که آلترناتیو یا اون قدرت سیاسی که شما اسم بردین حاضر به پس دادن قدرت سیاسی به دولت موقت نیست به هیچ عنوان. حتی دولت موقت منتخب خودش، شما اگه یادتون باشه دوران مهدی بازرگان که منتخب خود شورای انقلاب بود و یکی از اعضای مؤسس شورای انقلاب بود، نمیشدن کاراشو بکنه، درست شد؟ بنابراین این مسئله رابطه قدرت بین دولت موقت و شورای آلترناتیو یا شورایی که قدرت حکومت رو، تازه اگر اون شورا حکومت رو ساقط کرده باشه، کمان اینکه امکانات دیگه هم هست، ممکن اصلا ما اون رهبری بوده نیست باشیم و جمهوری اسلامی به شکل دیگه ای ساقط بشه. باید آنش بر خود هم جمع بندی بفرمایید. به نقطه آخر به حال و آخرین نقطه، شما چه تضمینی رو در پروژهتون پیش بینی کردین که دولت موقتتون خودش تبدیل به دولت دیکتاتوری آینده نشه؟ خیلی متشکرم. با سپاس از شما و عذرخواهی ازتون میکنم که صحبتتون رو قطع کردم. جناب فروتن، آقای دکتر لیفت پاسخی بفرمایید. با تشکر از جناب دانشور، در وهله اول چقدر خوشحال هستم که جناب علی فهمیدی در کشوری که تشریف دارید با دوستانتون در رابطه با این مسئله دوران گذار فکر کردید و کار کردید. خیلی خوشحال هم شد اگر که مایل باشید از طریق مهستان یا انفرادی تماس حاصل بکنیم، برای اینکه فقط کارا بهتر میشه. در رابطه با دو تا سوالی که فرمودید که هر دو یه جوری به هم ربط داره، من اون جمله رو دوباره نگاه خواهم کرد. مسلما جمله خوب نوشته نشده، ولی بخش دوم صحبتتون اصلا خارج از پروژه صد روز نخست است. یعنی همونجوری که من اشاره کردم، گفتم یعنی صد روز نخست هیچ کاری به این آلترناتیوی که در اپوزیسیون بخواد تشکیل بشه و این آلترناتیو چگونه خودش در برون مرز و یا در درون مرز و یا با ترکیبی از درون برون مرز بخواد دولت موقتی تشکیل بده، تازه اگه اونجوری بشه، کودتا نشه، خدای نکرده حمله نشه، اصلا پروژه صد روز نخست به اون صورت مستقیم ربطی نداره، جز این که بگه حالا این آلترناتیو درست شد. اینا بهتره که یه چیز دم دستشون باشه که اگه خواستن اون دولت یه جوری تشکیل بشه بدونن کجای کشور باید سریع بهش رسیدگی بشه. بنابراین نه نهاد مردمی، نه پروژه صد روز نخست در این پروژه فکر تشکیل آلترناتیو نیست، فکر تشکیل دولت موقت نیست و مرزی هم اگر مرزی هم داره فقط در رابطه با مرز بین دبیرخانه های تخصصی است که امور خارجه این کارو بکنه، محیط زیست این کارو بکنه، چند نگاه کارگری و غیره. بنده همونجوری که در اول برنامه عرض کردم افکاری دارم، طرحی دارم، نهاد مردمی هم همینطور که آمادگی ما همینجا اعلام میکنم و کردم خدمت جناب یزدیان که اول گفتن که هر موقع لازم باشه ما این همکاری ها رو در رابطه با تشکیل اون آلترناتیو انجام بدیم و تمام سوالای شما که بسیار مهم و دقیق هم هستن بعد اونجا روش فکر بشه و
ابزاری اونجا گذاشته بشه که جلوگیری بکنه و پادزهرایی باشه برای موزلاتی که بسیار مهم هستن و شما بهشون اشاره کردید. سپاس از شما. نفر آخر، آخرین نفری که سوال را ارسال، فقط بسیار بسیار کوتاه، جناب آقای حاتمیان بفرمایید. با سلام به شما عزیزان، من سوال خودم و جواب خودم رو گرفتم. تشکر میکنم. از شما متشکرم. جناب دکتر، چند نفر از دوستان از شما بسیار تشکر کردن و اظهار لطف کردن بهتون. من از اینجا جا دارم از آقای دکتر نوری الله خواهش کنم که آقای دکتر در پایان اگر صحبت شما بفرمایید در مورد صحبت آقای دکتر. متشکرم. من البته یک زده بودم، وقت گرفته بودم. شما به یک معذرت خواهی میکنم از شما. خواهش میکنم. عرض کنم که من از آقای فروتن عزیز که سالهاست با هم همکاری داشتیم تشکر میکنم که تریبون مهستان رو هم برای معرفی این کار خودشون انتخاب کردن و وقت گذاشتن و برای همه ما توضیح دادن چه میخوان بکنن. البته باید یک مفصلی پیدا کرد بین آنچه که مهستان در پیشه و آنچه که ایشون توی این پروژه خاص عمل میکنن. یعنی مهستان بیشتر در پی براندازی حکومت، ایشون فردای بعد از براندازی رو در نظر دارن و اینکه ما عرض کنم که باید آمادگی داشته باشیم با سکولار دموکرات. به هر حال نهاد مردمی هم به نظر من یک بخشی از جنبش فراگیر سکولار دموکرات براندازه و حتما برای براندازی هم فکرهایی کرده، ولی حالا یک اقدام فراتر رو داره انجام میده، کاری که ما هنوز آغاز نکردیم. یعنی در این 4-5 ماهه ای که مهستان ما آغاز به کار کرده و کمیسیون های ما دونه دونه دارن تشکیل میشن برای اینکه ما بتونیم یه متن پیشنهادی سکولار دموکرات ها رو برای فردای ایران، چه فردای کوتاه مدت و چه فردای بلند مدت اون داشته باشیم رو هنوز کار نکردیم. ولی به هر حال همونطور که در قسمت اول هم عرض کردم، ما یک کمیسیونی برای دولت موقت داریم و به هر حال اون دولتی که اون 100 روزه رو اجرا خواهد کرد همون دولت موقت خواهد بود به گمان من. در نتیجه چقدر خوب میشه که ما عرض کنم که همون کمیسیون دولت موقت خودمون رو با برنامه نهاد مردمی مشترک بکنیم، جلسات مشترکی داشته باشیم و در این زمینه ها عرض کنم که با هم همکاری بکنیم. به هر حال ما که هیچگاه از هم بیگانه نبودیم، امیدوارم که در راستای این کار جدید هم با هم همکاری داشته باشیم. آقای حسن دانشور خودشون مسئول تشکیل چند کمیسیون هستن از جمله کمیسیون دولت موقت و در نتیجه ترتیب دادیم خواهی شد که از طریق ایشون و شما بتونیم این جلسات مشترک رو با هم رو داشته باشیم. به هر حال من تشکر میکنم از حضور شما و امیدوارم که همکاری های ما پایدار بماند. مرسی. سپاس از شما جناب نوری الله. آقای دکتر فروتن لطفا بفرمایید. خواهش میکنم. من بار دیگر میخواستم از دکتر نوری الله گرامی تشکر بکنم. همجوری که ایشون فرمودن سال هاست که با هم همکاری میکنیم و اتفاقا یکی از معدود کسانی که قبل از تأسیس نهاد مردمی من با ایشون مشورت کردم آقای دکتر نوری الله بودم. بارها هم گفتم از ایشون درخواست 5 دقیقه وقت کردم برای همفکری. ایشون 5 ساعت وقت گذاشتن و در جایدی هم کار کردیم و من استقبال میکنم به عنوان مدیر اجرایی نهاد مردمی با همکاری با مهستان با تشکیل یک کمیته مشترک در بخشایی که میتونیم با هم همکاری بکنیم. هر کدوم از ما باید گوشه رو بگیریم. مسلماً مهستان با سازمانهای دیگری همکاری داره و نزدیکی بیشتری داره، همونطوری که نهاد با سازمانهای دیگری داره و همونطوری که در پیش آمده پیشگفتار نهاد مردم اومده، ما این زنجیرهای از هم گسیخته رو باید یک جوری با هم متصل کنیم. یک راهش این کارهای تخصصی هست در رابطه با
براندازی و غیره جناب دکتر نوری‌الله اشاره کردن. من چون بخش امروز مربوط به سر روز نخست بود صحبت در رابطه نکردم، همجوری گفتم در سالهای گذشته پروژه‌ای داشتیم، ولی پروژه به خصوصی که چند ماه پیش شروع کردیم پروژه اکثریت خاموش است، برای هنگام کردن و ریختن ترس مردم هست. پروژه بسیار ساده ای هست که ما تا الان نتایج ملموسی ازش دیدیم، ولی نمیدونیم که تو با چه وسعتی است که اون پروژه اکثریت خاموش، اون رو هم دوستان میتونن که در سایت نهاد و یا فیس ببینن و یا من براشون اطلاعات بفرستم. در نهایت من از تمامی دوستان در مهستان دعوت میکنم هر زمان که شما مایل هستید موردی رو، پیشنهادی رو مطرح کنید در سیمای نهاد مردمی و یا در جلسات مدیران و هیئت امنای نهاد مردم، ما قدمتون روی چشم. همونجوری که من امروز اومدم اینجا به دعوت شما، شما دعوت ما رو دارید هر موقع بخواهید. این مردم رو خوشحال خواهد کرد، این همکاری ها و این همگامی ها مردم رو خوشحال خواهد کرد، امید خواهد داد. این یأسی رو که سالها در این اپوزیسیون بوده، من فکر کنم این یخشکنی ها لازم هست. بازم متشکرم از دعوتی که از من برمل آورد. آقای فرشید اجازه میدید که من یک جمله در پایان تولم کنم جان دکتر بخوام. خواستم خدمت عرض کنم که عزیزانی که در مهستان عضو هستن و در انتخاباتی هم که شد به من رأی اعتماد دادن، خدمتشون عرض کنم که ما محتاج داشتن آلترناتیو هستیم، محتاج داشتن رهبری برای مبارزات هستیم و مشکل تاریخی ما ایرانی ها اینه که مثلا اگر یک کسی بخواد بره وکیل مجلس بشه، یه عده باید را بیفتن برن در خونش در بزنن بگن که بیایید شما مثلا نماینده مردم بشید، این اول بگه نه من نمیام، وقت ندارم، کار اختیار دارید، من کی هستم، تا بالاخره با سلام و صلوات بردارن و ببرنش نماینده مردمش بکنن. این قضیه گریبانگیر ما هم هست. نه تنها جناب دکتر ایجادی اون لیست خودش رو نگفت، حتی اعضای اون لیست هم اگر بریم سراغشون اول با همین تعارفات روبرو خواهیم شد. بنابراین بیایید آرزو بکنیم که در این جلسات مهستان یواش یواش این سنت‌ها و عادت‌های بد و عرض کنم که دلشکن کنار گذاشته بشه و اشخاص لایق سینه بدن جلو بیان وسط و عرض کنم که سعی بکنند که اعتماد و رأی مردم رو به سوی خودشون جلب بکنن و الا همچنان روش های دیگر و ناپسندی برای دوران مدرن ما وجود داره برای اینکه رهبران یه جامعه بیان سوار بشن و با برقراری استبداد مردم رو به بدبختی بکشونن. اکثرا این رهبران از طریق ارائه برنامه، از طریق ارائه شجاعت پذیرش مسئولیت جلو نمیان و در نتیجه حاصل کار معلوم نیست چه خواهد شد. ولی چون این مهستان در حضور مردم، در مقابل چشم مردم شروع به کار کرده، بگذارید که آرزو کنیم که در همین مهستان هم این سنت ها کنار بشه، گذاشته بشه و اشخاص لایق و شایسته جامعه ما بتونن به جامعه معرفی بشن و با نیروی اعتماد و رأی مردم دست به دست هم بدن و این نکبت حکومت اسلامی رو از سر کشور ما رفع بکنن. بی نهایت از همتون متشکرم و روز خوش بگیرم.